جنایت پایگاه اسپایکر یکی از وحشیانه ترین جنایت های رخ داده در یک دهه اخیر در کشور عراق به شمار می روید. در جریان این جنایت دست کم 120 دانشجوی پایگاه اسپایکر فقط توسط یک جنایتکار به شنی ترین شیوه ممکن به قتل رسیدند. در مجموع حدود 1700 دانشجو در آن جنایت به شهادت رسیدند. شبکه ال عراق در گزارشی اعلام کرد که دستگاه امنیت ملی عراق اعترافهای یک تروریست را منتشر کرد که در جریان آن وی اعتراف کرد که در کشتن 120 دانشجوی پایگاه اسپایکر مشارکت داشته است. طبق اعترافات او در جریان قتل عام شیعیان در پایگاه یاد شده که بر اساس آمار دولتی اعلام شده تعداد آنها 1700 دانشجوی نظامی بوده است 120 سرباز عراقی را کشته است این تروریست در آن زمان 22 ساله بوده و 120 سرباز پایگاه هوایی اسپایکر در استان صلاح دین را قتل عام کرده است قتل عام پایگاه هوایی اسپایکر به دست نیروهای داعش در پایگاه هوایی اسپایکر و کاخ ریاست جمهوری صدام در تکریت عراق اتفاق افتاد. این قتل عام پس از سقوط موسل و تکریت و حجوم داعش به پایگاه هوایی اسپایکر در تاریخ دوازدهم جوان 2014 شروع شد که به روز جهانی شیعه نامگذاری شد. بر اساس اعلام منابع رسمی عراق در جریان این هولوکاست شیعیان 1700 سرباز عراقی که دانشجوی این پایگاه نظامی بودند به دست گروه تروریستی داعش کشته شدند. گفته می شود در زمان سقوط موسل حدود پنج تا ده هزار دانشجوی نظامی غیر مسلح در پایگاه هوایی اسپایکر حضور داشتند که بنابر گزارش منابع سه هزار نفر آنها توسط باقی ماندگان حزب بحث اسیر شده و به کاخ ریاست جمهوری صدام در تکریت منتقل شدند. باقی ماندگان حزب بحث به این نتیجه رسیدند تا اسیران شیعه و غیر مسلمان را به قتل برسانند قتل عام شیعیان از ظهر روز دوازدهم ژوئن آغاز شد و در روز سیزدهم ژوئن اسیران به نیروهای داعش تحویل شدند پس از برقرار شدن دادگاه شرع داعش باقی اسیران شیعه به اعدام محکوم و اسیران سنی به شرط توبه آزاد شدند بر اساس اعلام منابع رسمی عراق 1700 دانشوی شیعه غیر مسلح این پایگاه هوایی به طور جمعی قتل عام شدند این کشتار از نظر تعداد قربانیان بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ پس از حملات 11 سپتامبر است علی اکبری اخبار شیعه